ساعت 18 به وقت تهران بیننده بخش خبری دیگری هستین. با من سیما قیاسی از استودیو ما در واشنگتن دی سی. سرخط خبرها. اعتراض شهروندان به محدودیت‌های حکومت برای سوختگیری. همزمان و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، روسیه صادرات بنزین به ایران خودداری می‌کند. اذعان مجلس به شکست سیاست‌های حکومت برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر افزایش بی‌خانمانی، ماشین‌خوابی و گورخوابی است. و اقدامات پیشگیرانه کره جنوبی در مقابل تهدیدهای همسایه شمالی. کره جنوبی و آمریکا بزرگترین مانور تاریخ دو کشور را برگزار می‌کنند. روسیه با وجود درخواست جمهوری اسلامی صادرات بنزین به ایران را متوقف کرده. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال بیانگر آن است که روسیه پس از ارسال چند محمول سوخت به ایران در پایان سال قبل، از چند ماه پیش فروش سوخت به ایران را متوقف کرده. بر اساس این اطلاعات وزارت نفت قرار بوده برای جبران ناترازی تولید و مصرف بنزین روزانه تا 10 میلیون لیتر بنزین از روسیه وارد کند. روزنامه اعتماد در واکنش به محدودیت‌های جدید در حوزه بنزین نوشته دولت به دنبال کنترل تقاضا با روشی غیر از مکانیزم قیمتی است. اعتماد تاکید کرده تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس کمتر از 6 ماه مانده به یک انتخابات دیگر به این نتیجه رسیدن شوک قیمتی بنزین اثرات ناگواری بر جامعه دارد و با مکانیزم محدودیت به دنبال کاهش تقاضا هستند. روزنامه هم‌میهن هم نوشته به دنبال اخلال دولت در تأمین بنزین و کاهش سهمیه سوختگیری مردم به ویژه در استانهای مرزی با مشکلات بسیاری روبرو شدند. این روزنامه نوشته در استان سیستان و بلوچستان هر گالون 20 لیتری بنزین تا 400 هزار تومان فروخته می شود. در گزارش این روزنامه با عنوان خواب آشفته بنزین آمده، موضوع اصلی صحبت‌های مردم این روزها افزایش قیمت بنزین و یادآوری آبان 98 است. در همین حال رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس گفته در سال جاری افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و تایید کرده تعیین سقف سوختگیری بنزین در شهرها به خاطر کمبود بنزین است. محمد رضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اذعان کرده در این شرایط کسی جرأت صحبت درباره افزایش قیمت بنزین را ندارد. ببینید ما در کشور یارانه‌های خیلی زیادی داریم. اینی که عرض میکنم به معنای این نیست که الان در بنزین، نفت و گاز، خیلی موارد دیگه کسی برنامه نداره که قیمت‌ها رو تغییر بده. نه مجلس نه دولت. حالا کیا باعث شدن به این مشکل رسیدیم؟ اونا که در وقتش باید این مشکل رو حل میکردن، حداقل به صورت تدریجی هر سال حل نکردن، مشکل الان جمع شده به این مرحله رسیدیم. عرض کردم الان هم کسی اصلا جرأت نمی‌کنه این صحبت‌های رو بکنه در این شرایط. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی ساعتی پیش با اشاره به اینکه نه تنها روسیه دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران صادر نمی‌کند، بلکه جلوی کشورهای دیگر را هم برای ارسال بنزین به ایران گرفته. او گفت در صورت تداوم این شرایط جمهوری اسلامی در آینده مجبور به تحمل هزینه هنگفتی برای واردات بنزین خواهد شد. بعد از تحریم‌هایی که جهان غرب علیه روسیه کرد پس از تجاوزش به اوکراین، صادرات نفت و فراورده‌های نفتی روسیه بیش از 40% کاهش پیدا کرد. خود در چنین شرایطی برای روسیه خوب بود که بخشی از فراورده‌های خودش رو صادر کنه به یک کشوری مثل ایران. و فراموش نکنیم باز همون رویترز گزارش داده بود و مقامات داخلی هم تایید کرده بودند که بنزینی که به ایران صادر می‌کرد رو در هر تن 150 دلار گرانتر داشت به ایران میفروخت. از این نظر برای یک کشوری مثل سوریه خب حائز اهمیت بود، اما اینکه در ابتدای سال جاری و با اوج گرفتن ناترازی بنزین در ایران چرا روسیه این اقدام رو متوقف کرده، مانع صادرات فرآورده‌های نفتی خودش به ایران شده، خب به واسطه اون نزدیکی هم داره علامت سوال هست. و نکته مکمل این موضوع هم شاید این باشه که روسیه نه تنها خودش بنزین دیگه به ایران صادر نمی‌کنه، اما مانع صادرات بنزین توسط بقیه کشورهای مشترک المنافع
هم شده و یک کشوری مثل ازبکستان و ترکمنستان رو هم براش محدودیت گذاشته و اونها رو به نوعی منع کرده از این کار و برخلاف روندی که بود سال گذشته هم از روسیه هم از این دو تا کشور بنزین وارد می‌کرد جمهوری اسلامی اون رو هم از دست داده و نمیتونه وارد بکنه. در کنار این موضوع خب گمرک هم دیروز اعلام کرد وارداتی در از ابتدای سال جاری صورت نگرفته. من دیدم بحث به واردات بنزین هم سخنگوی کمیسیون انرژی در موردش صحبت کرده و گفته که 1 میلیارد دلار بودجه برای بنزین در واردات بنزین در سال جاری داشتیم اما هنوز بنزینی وارد نشده. باید تأکیدش این بوده که یک فکری به حال مصرف بنزین بکنیم چون در صورت تداوم این روند 4 سال آینده جمهوری اسلامی مجبور میشه سالانه 95 میلیارد دلار هزینه واردات بنزین بکنه. از همین رو باید یک فکر تأمین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر در برنامه هفتم توسعه مقفول مانده. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده طرح‌های همچون ساخت میلیونی مسکن در قالب مسکن مهر و نهضت ملی کاملاً به زیان گروه‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر فاقد مسکن تمام شده. این گزارش پدیده‌های نظیر پشت بام و موتورخانه خوابی، ماشین خوابی و گور خوابی و خانه به دوشی را ناشی از تشدید بحران اجاره نشینی و افزایش اجاره بهای مسکن دانسته. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پترزبورگ همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ماشینچیان. نظرتون درباره گزارش مجلس از شکست حکومت در تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد چیه؟ درود بر شما. به طور کلی بحران‌ها در جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده که دیگه پنهان و کتمان کردنش غیر ممکن شد. گزارش مرکز پژوهش‌ها نکات درست و غلط فراوانی داره. به نکات مهمی اشاره می‌کنه، از جمله اینکه در حوزه سیاست‌گذاری اجاره‌نشینی اصولاً می‌بایست سکونت موقت و دوره گذار خانواده‌ها قلمداد بشه در مسیر خانه‌دار شدن، اما این موضوع عملاً از دستور کار سیاست‌گذار حالا خارج شده. در عین حال این گزارش برخی از شعارها و غلط‌های مصطلحی رو که در جمهوری اسلامی رایجه دوباره تکرار کرده. به عنوان مثال ساخت و مدیریت مسکن استیجاری توسط دولت، کنترل اجاره بها و ودیعه مسکن و نظایر اینها رو به عنوان ابزارهای کارآزموده نظام مسکن توصیه میکنه. بخشی از این سیاست‌ها مثل کنترل اجاره بها و ودیعه همین الان در حال اجراست. دولت کوتاهی خودش رو عملاً میندازه گردن صاحبخانه ها. این سیاست پاک کردن صورت مسئله است و فقط یک سیکل اجاره فایده داره و از اون به بعد در سیکل های بعدی هم برای موجر و هم برای مستاجر زیان آوره. موضوع دیگری که مطرح شده این است که دولت صاحب خانه بشه، واحد مسکونی بسازه، اجاره بده و این واحدها رو مدیریت کنه که نه منابعی برای این کار وجود داره، نه امکان و بضاعت فنی و اجراییش در دولت هست و نه دردی رو دوا خواهد کرد از بحران مسکن در ایران. حرف‌های تخیلی و شعارهای غیر قابل اجرا که اگر هم اجرا بشه صرفاً بستری خواهد بود برای فساد و ولخرجی با منابع عمومی. لذا یه بخشی از موضوع رو، یه بخشی از بحران و مشکلاتی که کشور باهاش مواجه هست رو به درستی شناسایی کرده، اما یه سری از شعارها رو دوباره تکرار کرده. آقای ماشینچیان، چرا در تمام حوزه‌هایی که جمهوری اسلامی شعارهای حمایتی میده مثل همین حمایت از مستضعفین تو بخش مسکن عملاً برعکس عمل کرده؟ این برمیگرده به نگاه غیر علمی یا به قول خودشون جهادی جمهوری اسلامی به حوزه مسکن. مسئله اول این است که بحران مسکن در ایران از جای دیگری آب میخوره. معلول شرایط کلان اقتصادیه. یعنی اگر دولت بخواد بحران مسکن رو حل کنه باید بحران تورم رو حل کنه، باید بی‌اعتباری ریال رو حل کنه، باید نظام ورشکستگی بانکی رو اصلاح کنه، باید توزیع فرصت‌ها در تهران و مراکز و استان‌ها رو مرکز زدائی کنه. ملاحظه می‌کنید مشکل جای دیگه است. دولت با اجاره‌داری تحت فشار گذاشتن مالک، ساختن واحدهای مسکونی بی‌کیفیت وسط بیابان یا وام‌هایی که عملاً هیچ وقت به نیازمندان نرسیده و نخواهد رسید، نمی‌تونه بحران مسکن رو در ایران درمان کنه. علاوه بر این مداخلات دولتی مستقیم یا غیر مستقیم قیمت رو بالا میبره.
یعنی چی؟ یعنی وقتی که دولت ادعای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی رو مطرح میکنه، از نظر اقتصادی این یعنی افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، یعنی سیمان، تیراهن، ساندویچ پنل، یراق‌آلات و غیره، به همین ترتیب نیروی کار، ماشین‌آلات، جرثقیل الی آخر. کسی که با علم اقتصاد آشنا نباشه فکر میکنه که دولت چند میلیون واحد میسازه، قیمت میاد پایین، در عمل اما هزینه ساخت بالا میره و در صنعت اعوجاج ایجاد میشه. بلایی که مسکن مهر احمدی نژاد سر صنعت ساختمان آورد و در حال حاضر صنایع ساختمانی ما با انواع و اقسام مشکلات مواجه هستند و این سیاست ها موقعیت و از این که هست هم دشوارتر خواهد کرد. سپاس از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ. یک مأمور امر به معروف و نهی از منکر امروز در آمل زن جوانی که دارای پوشش اختیاری بود را مورد آزار کلامی و ضرب و شتم قرار داد. مأمور با تهدید زن میگوید دهانش را خرد میکند و پس از آن به او حمله میکند. چی کار میکنی؟ آسیا امینی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم امینی. ساعتی پیش 175 نماینده از 238 نماینده حاضر در مجلس به اعمال اصل 85 برای تصویب لایحه حجاب و عفاف رأی دادن. یعنی که نمایندگان مجلس نیاز نیستش که دخیل باشن، یعنی در صحن مجلس نیاز نیست رأی گیری بشه برای تصویب این لایحه. هنوز تصویب نشده، میبینیم که آمران به معروف به خودشون اجازه چنین برخوردهایی با زنان رو میدن. این نشونه چیه؟ سلام خدمت شما و همه بینندگان این برنامه که در واقع با این تصاویر خشونتبار آغاز شد، در واقع نشون دهنده اینه که اتفاقا این مردسالاری سنتی و مردسالاری سیاسی پیوند نامبارکی دارن که در واقع گره خورده به نام جمهوری اسلامی و هر دو هم لازم و ملزوم هم دیگر هستن. همین خشونت در واقع واقعا آزارنده که ما در خیابان‌ها شاهدش هستیم، در واقع نمونه دیگری از همین خشونت در خانه ملت در حال تبدیل شدن به قانون هست. اون هم در شرایطی که حتی در صحن علنی مجلس کسی حق گفتگو درباره‌اش رو نداره، حتی نمایندگانی که نماینده مردم که نیستن، حتی بعد از این همه فیلتری که رد شدن در واقع نقشی در تایید اون ندارن. یک مسئله امنیتی قرار تبدیل به قانون بشه و از همین حالا و پیش از اون عوامل اجراییش در خیابان‌ها در حال اجرای اون هستن. در واقع این فقط قانونمندتر شدن خشونته. قانون برای ایجاد نظم نیست، قانون برای برقراری امنیت برای مردم نیست. این قانون برای این هست که دست خشونتگران رو باز بگذاره که به نام قانون و به نام شریعت بر جان و مال و ناموس و در واقع زندگی مردم مسلط بشن. خانم امینی، پس از تصویب این لایحه با برخوردهایی که این چنین به این شدت شروع شده، فکر میکنید چه اتفاقی بین اقشار مختلف جامعه بیفته؟ چون میبینیم که تمام ادارات، تمام ارگانها از تمام ظرفیتهاشون قرار استفاده بکنن. اولین رو بگم، این در واقع انتشار این تصویر پرخشونت در شبکه‌های اجتماعی یک بازتابی هم از طرف بسیاری از کاربران داشت که گلایه کرده بودن از هموطنان خودشون که چرا در برابر این خشونت آشکار به کمک این دختر نیامدن و در واقع ادب نکردن اون مرد بی ادبی رو که دست روی ایشون بلند میکنه و فحاشی میکنه. اما اینکه این چه مسئله‌ای رو خواهد داشت، چه عواقبی خواهد داشت، ببینید
اتفاقی که امروز در جامعه ایران افتاده، اتفاقی که در یک سال گذشته افتاده، محصول همین خشونت‌ها و همین قوانین زن ستیزی هست که در جامعه ایرانی به نام قانون کشور اعمال شده. بنابراین اگر قراره که سختگیری بیشتر در قانون منجر به این بشه که مردم عقب نشینی بکنن یا در واقع آنچه که حکومت انتظار داره اجرا بشه و عملی بشه، که خواب خوش حکومت هست. برای اینکه اگر قرار بود که این اتفاق بیفته، تا امروز این در واقع شاهد این همه شکاف و گسل عظیم اجتماعی و سیاسی بین مردم و زمامداران نبودیم. اما این که در واقع آیا این قانون میتونه مردم رو عصبانی تر بکنه، این در واقع با انبار باروتی که در جامعه ایرانی در حال انفجار هست شعله ور بکنه، امکانش خیلی زیاد هست، برای اینکه این مسئله پیوند داره با مشکلات دیگری که در جامعه وجود داره، از مسئله بنزین و نان گرفته تا مسئله در واقع بازگشایی مدارس و سرکوبی که در واقع بر دانشگاه ها و دانش آموزان قرار مستولی بشه و ظاهرا بخشی از همین لایحه هم به این موارد پرداخته. بنابراین باید بود که شرایط راحت تر برای حکمرانان نخواهد بود. سپاس از شما. آسیا امینی، فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. در آستانه دومین سال سقوط کابل، بسیاری از چهره‌های سرشناس بین‌المللی در کارزار صدای دختران افغان همراه شدند و جامعه جهانی خواستند زمینه بازگشایی مدارس دخترانه را اعمال کنند. طالبان به این تلاش‌ها دو سال است که پاسخ نمی‌دهد. در یکی از این حمایت‌ها، مهناز افشار، هنرپیشه سرشناس ایرانی از زنان افغان، اعلام حمایت کرد. سلام خدمت شما مردم نازنین و شریف افغانستان. من مهناز افشار هستم، از کشور ایران، دوست و همسایه شما. خواستم اینجا بهتون بگم که تمام تلاشی که دارید میکنید، تمام زحماتی که دارید میکشید برای گرفتن حقتون رو همه ما میبینیم. خواستم احترام خودم رو به شما بگم. حکومتی که حق تحصیل و حق زندگی رو داره از مردمانش میگیره، به خصوص زنان و دختران اون سرزمین، قطعا خودش دشمن اصلی اون سرزمینه، قطعا خودش بازنده اون سرزمینه. زنان و دختران افغانستان حق زندگی دارن، حق نفس کشیدن دارن، حق تحصیل دارن. کوتاه نیاین. بازنده اصلی حکومتی است که نمیخواد بفهمه، چون مغزش پوسیده است، چون میخواد که زن ستیز باشه، مردم ستیز باشه، چون اصلا دلش برای پیشرفت مملکتش نمیسوزه. من احترام خودم رو از همینجا به همه شما، به تک تک شما اعلام میکنم و از شما دختران و زنان افغان خواهش میکنم این مسیر رو محکمتر ادامه بدید. ما زنان حق خودمون رو خواهیم گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی و حراست دانشگاه‌ها همزمان با نزدیک شدن به سالگرد مهسا امینی با خانواده دانشجویان معترض در دانشگاه‌های مختلف تماس گرفتند. در این تماس‌های تلفنی به خانواده‌ها گفته شده فرزندانشان برای شورش و برهم زدن امنیت دانشگاه برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند و اگر جلوی آنها گرفته نشود با این دانشجویان برخورد خواهد شد. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم دیروز گفت دشمنان جمهوری اسلامی برای سال تحصیلی جدید برنامه دارند و باید خانواده‌های دانش آموزان و دانشجویان را مطلع کرد. در خبری دیگر، ماموران امنیتی و حراست دانشگاه‌ها با خانواده تعدادی از دانشجویان خوابگاه‌ها، به ویژه خوابگاه دختران در استان‌های مختلف تماس گرفتند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اغلب تماس‌های تهدیدآمیز و امنیتی با پدران و برادر دانشجویان انجام گرفته و با آنها گفته شده دختران و خواهرانشان خارج از عرف لباس می‌پوشند و در دانشگاه و شهر تردد می‌کنند. دانشجویان معترض می‌گویند نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند خانواده‌ها را مقابل فرزندانشان قرار دهند. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای رحیم‌پور، سپاس از همراهیتون. همطور که در گزارش هم اشاره شد، هرچه به سالگرد قتل مهسا امینی نزدیکتر میشیم و خیزش انقلابی در ایران، میبینیم فشارها تشدید میشه، تا جایی که فرمانده سپاه مستقیما خودش دست به تهدید میزنه. شرایط رو چطور میبینید؟ با درود بر شما و بینندگان محترم، من تصور نمی کنم در طول 44 سال گذشته
این برنامه پیشگیری از وقوع اعتراضات و تظاهرات که در طی 8 ماه گذشته توسط حاکمیت جمهوری اسلامی در حال اجرا شدن بوده رخ داده باشه تا به حال و اتفاق افتاده باشه. یه برنامه خیلی کلان به صورت میان مدت، یه پروژه میان مدت تعریف شد بابت اینکه تمامی مجاری و منافذ ممکن که امکان شکل دادن و یا جرقه زدن به اعتراضات اجتماعی رو داشته باشه جلوش گرفته بشه، مسدود بشه و به این ترتیب امکان برگزاری تجمعات و اعتراضات در سالگرد قتل مهسا امینی و سالگرد اعتراضات پاییز سال 1401 گرفته بشه. در سال 1401 در حین خیزش زن زندگی آزادی دانشگاه ها به مرکز ثقلی برای این اعتراضات تبدیل شده بودند، به عنوان یک برج مراقبت، به عنوان یک مغز، در واقع یک نهادی که مغز استراتژیک اعتراض ها بود. دانشگاه ها تونستند پرچم اعتراض ها رو بالا نگه دارند، تونستند ارتباط خودشون رو با سطح جامعه برقرار بکنند و تونستند بسیاری از خواسته های عموم مردم جامعه رو تئوریزه بکنند و به صورت خیلی شفاف در برابر حاکمیت قرار بدن. این نوع برقراری این نوع از ارتباط ما بین دانشگاه و جامعه اساساً پاشنه آشیل برای یک حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میتونه باشه. در نتیجه تمام توان خودشون رو به کار گرفتن تا از شکلگیری مجدد اون اعتراض ها و تجمع ها و تظاهرات جلوگیری کنن. طبیعیه که برن سراغ دانشگاه ها و کارهای مختلف انجام بدن. هیچ کدوم از خواسته های سنفی دانشجویان در طی یک سال گذشته محقق نشده. بله. انجمن ها تعطیل شدن، دانشجویان به زندان رفتن، ممنوع تحصیل شدن، ممنوع ورود به دانشگاه شدن، احکام انضباطی برشون صادر شده. ببخشید آقای رحیم پور، صحبتتون رو قطع میکنم. امکانش هست تو کمتر از یک دقیقه توضیح بدین که میان خانواده ها رو از احساساتشون و نگرانیشون سوء استفاده میکنن و مقابل بچه ها قرار میدن، این نشونه چیه؟ کوتاه بفرمایید. از نظر من نشانه دستیازیدن حکومت به ناجوان مردانه ترین و بی اخلاقانه ترین روش هایی هست که قبلا هم از این کارها اتفاق افتاده بود. یک زمانی با خبرنگارانی که در خارج از کشور فعالیت میکردن این کار رو میکردن، خانواده هاشون رو تحت فشار قرار میدادن، یا فعالین جوانی که در داخل کشور بودن و حالا رفتن سراغ خانواده دانشجویان، به دلیل اینکه به نظر میرسه نگرانی اونها از وقوع اعتراض ها شدیدتر شده و احتمال بروز تجمعات و اعتراضات در سالگرد قتل مهسا امینی افزایش پیدا کرد. سپاس از شما. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی از ترکیه. کره جنوبی و آمریکا اعلام کردند یک رزمایش نظامی مشترک چند روزه برگزار خواهند کرد. هدف از این رزمایش بهبود توانایی برای پاسخ به تهدیدهای هسته‌ای و موشکی کره شمالی عنوان شده. بر اساس بیانیه ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، مانور امسال بزرگترین مانوری خواهد بود که تاکنون برگزار شده. قرار است 10,000 نیرو در این رزمایش شرکت کنند. کره شمالی در واکنش این مانور نظامی را محکوم کرده. سعید جعفری، روزنامه نگار، درباره برگزاری این رزمایش پس از جدی‌تر شدن تهدیدها و افزایش آزمایش‌های تسلیحاتی کره شمالی بیشتر توضیح. ببینید، به صورت کلی کره شمالی از آغاز سال 2022 و بعد از شدت گرفتن دوباره برنامه هسته‌ای و تسلیحاتیش بیش از 100 موشک رو آزمایش کرده که گفته میشه قصد داره در کنار توسعه برنامه تسلیحاتی خودش از این ابزار هم به عنوان یک اهرم چانه‌زنی و مذاکره در صورتی که در آینده قرار بشه گفتگوهایی صورت بگیره استفاده بکنه. و در نتیجه ما شاهد این هستیم که به ویژه بعد از روی کار اومدن دولت جدید در کره جنوبی، رئیس جمهور کره جنوبی رویکرد متفاوتی رو در پیش گرفته و تلاش کرده تا اندازه‌ای به نوعی تندتر برخورد کنه در قبال کره شمالی. با توجه به جدی‌تر شدن تهدیداتی که از جانب کره شمالی شبه جزیره کره رو تهدید میکنه و همزمانی این دو مسئله، یعنی افزایش آزمایش های کره شمالی و همچنین به روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در سئول، باعث شده که رزمایش مشترک بین ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی هم این بار بسیار بزرگتر و عظیمتر از موارد پیشین برگزار بشه. تاکنون بیش از 10 رزمایش مشترک بین این دو کشور برگزار شده، اما گفته میشه که این رزمایش جدید از تمامی موارد پیشین
بزرگتر و قابل توجهتر هست. این مسئله‌ای هست که در واقع نگرانی پیونگیانگ رو هم به همراه داشته و مقامات کره شمالی تهدید کردن که میتونن در قالب تجدید نظری که در قانون تسلیحات هسته‌ایشون سال گذشته ارائه کردن که بر اون اساس پیش‌بینی کردن نوعی استفاده از تسلیحات هسته‌ای رو به عنوان حمله پیشدستانه در صورتی که احساس خطر بکنن از سوی رقبا، این گزینه و این تهدید رو مطرح کردن که اگر احساس بکنن که این رزمایش و اقدامات دیگر کره جنوبی به اون سمت بره، احتمالاً چه کره جنوبی و چه ایالات متحده آمریکا رو میتونن مورد هدف تسلیحات هسته‌ای خودشون قرار بدن. سپاس از همراهیتون با خبرهای این ساعت. هفته شب به وقت تهران همراه شما خواهم بود با خلاصه مهمترین خبرهای ایران و جهان. وقتتون بخیر.